دوستان سلام، درس 14 از کتاب 85 نوای ماندگار برای پیانو موزیک تولد رو ابتدا با هم شنیدیم و الان میخوایم در مورد نکاتش با هم صحبت کنیم که بتونیم هم بهتر بنوازیم، هم حس خوبی رو داشته باشیم و اون حس خوب بتونه انتقال پیدا کنه و موزیک ما بیشتر شنیده بشه. تو درس تولد قبل از اینکه دوربین و جلو براتون بگم که این همون موزیک آشناییه که ما تو همه معمولاً تولدها و مهمونیای حالا دست جمعیمون میخونیم، همونی که میگه تولدت مبارک بیا شمع رو فوت کن که صد سال زنده باشی. و اینجا میگه لا 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 لا. و این وقتی که توی ذهنتون باشه و مرور بشه خیلی کمک میکنه به اینکه شما اون ارتباط رو بگیرید و اون ارتباط وقتی ایجاد میشه اون حس خوب براتون بر شما تداعی میشه و خب مسلماً انتقال پیدا میکنه و موزیکتون خیلی قشنگتر میشه. حالا وقتی دوربین بیاد جلو من براتون نکات این درس رو بگم. میزانی که ما توی درس تولد داریم میزان 6 و 8 هست. ما گفتیم توی میزان های 6 و 8 هم میتونیم تقسیم 3 تا 3 تا داشته باشیم، یعنی 1 2 3 4 5 6 مثلا درس جان مریم که همین کارو کردیم، درس قبلی ما شما میتونید نگاه کنید. توی این درس تولد که خب میزان 6 و 8 داریم ما این رو به صورت والز اجرا میکنیم. توی والز گفته بودیم که به صورت 1 2 3 1 2 3 1 2 3 به این شکل اجرا میشه، اما توی درس تولد موردی که اینجا هست اینه که هماهنگی دست چپ و راستمون باید خیلی خوب برقرار باشه و به عنوان مثال نگاه کنید چطور نواخته میشه. داشته باشید. شاید ابتدا براتون سخت باشه و ریتم جا نیفته یا دستتون در بره، اما مطمئن باشید بعد از چند بار تمرین و تکرار
بعد چند روز کامل میتونید بهش مسلط بشید، نامید نشید، حتما تمرین کنید، این اتفاق خوب حتما میفته براتون. شروع نطق رو با هم نگاه کنیم. شروع نطق بعد از خط حامله، پس ما اینجا در نظر نمیگیریم این نطق صد اگر باشه باید روی خط دوم باشه، ولی صد رو اومده بالاتر از خط حامله در نظر گرفت، پس اینجا رو ما در نظر میگیریم. نما کنیم ما اینجا میمولیم میشد، ولی اینجاست، پس اینجا رو در نظر بگیریم. نکته دیگه ای که داره اینه که نوت‌های نقطه دار داره که گفتم نوازندگی قطعه رو که نگاه کنید دستتون میاد که بچه چه شکلی این رو در واقع تقسیم کنید. بخوام اینجا تئوری انجام شدیم خیلی دشواره، منطقه مراد اینه که شما بدونید که این نوت نگه داشته میشه و خب باعث میشه ما تنین قشنگیه توی آهنگ هست حفظ بشه. آکورد ها رو ازش غافل نشین، آکورد دو ماژور داریم تو این درس، سول ماژور داریم، میاد اینجا باز فا ماژور داریم و دیگه عملا ما آکورد دیگه رو نمیبینیم، همین است که خب تکرار میشه و خب توی نوازندگی قصه هم ابتدا میتونید گوش بدید. مورد دیگه تو این درس حداقل من به ذهنم نمیرسه، اگر موردی براتون سوال بود کامنت بدید که من نگاه کنم، حتما قول میدم که کامنت ها بررسی کنم و جواب بدم. مورد دیگه ای نیست، فقط این که چون درس تولدی مقدار نسبت به درس های دیگه دشوارتره و کلن موزیک هایی که توی میزان 6 و 8 هست نیاز به تمرین بیشتر داره، انتظار دارم که بیشتر تمرین کنید و انشاءالله لذت رو برای تو توی مهمونیاتون بنوازید و همه خوشحال بشن. مرسی.